در روسیه مردم به خاطر پخش آنچه اخبار جعلی درباره ویروس کرونا دانسته می شود ممکن است زندانی شوند قانونی که در اول ماه اپریل تصویب شد پخش اطلاعات نادرست درباره این بیماری همگی را جرم می پندارد خبرنگاران اما نگرانند که از این قانون ممکن است برای خاموش ساختن صداهای منتقد و رسانه های آزاد استفاده شود قانون مبارزه با اخبار جلی درباره ویروس کرونا همه رسانه ها را با تهدید روبرو می کند. پیش بینی نمی توانید که کدام گزارش یا برنامه توجه آنها را جلب خواهد کرد. شاید رسانه های آزاد بیشتر توجه پلیس را به خود جلب کنند، اما همه رسانه ها در موقف متزلزل قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی که ماریا بختیه و داران کار میکند به خاطر پخش یک ویدیوی تنظامیز جریمه شده در این ویدیو افراد سال خورده دیده می شود که ویروس را از خود دفع می حداقل ده قضیه جرمی تا به حال ثبت شده به اساس این قانون و بلاگ نویس ها و خبرنگاران ممکن است تا سه سال زندان و یا پرداخت 400 دلار جریمه محکوم شوند انا ششپنوو نوشته که یک شخص آلوده به ویروس کرونا با استفاده از وسایل ترانسپورتی شهری به خانه اش فرستاده شده پلیس خانه او را تلاشی کرد و کامپیوترش را با خود برد محکمه حکم داد که تلاشی قانونی بود الکسندر ترون به خاطر پخش یک ویدیوی از مورد تحقیقات جنایی قرار گرفته است یک محصل به خاطر اینکه گفته ده ها نفر در محلش با ویروس کرونا آلوده شدند 400 دلار جریمه شد نی... دکی... آنچه من کردم شما نکنید معلومات کامل نداشتم و اطلاعات نادرست را در باره وضعیت ناشی از ویروس کرونا در ایریکوتسک ریگیون پخش کردم خیلی ها باور دارند که کرملین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را کمتر از آنچه است گزارش می دهد. منتقدان می گویند قانون جدید پخش اطلاعات درباره ویروس کرونا را در کنترل مقامات قرار می دهد. همزمان یک گزارش نشر شده از سوی اتحادیه اروپا می گوید های دولتی روسیه تلاش می کنند درباره بیماری همگیر کووید 19 از هان مردم را مخشوش سازند.